من نمیخوام وارد بحث حفظ و دعا و اینا بشم، میخوام فقط یه حدیث برات بخونم. این حدیث هر کجا خوندم به این منبر امام حسین بسیار تلفن، آقا به خدا به همون روح امام صادق مشکلمون حل شد. بابا ما شیعه ایم، امام صادق داریم، امام زمان داریم، کجا رفتیم مردم؟ چیه داریم روز به روز دورتر میشیم؟ حدیث در اصول کافی، سبک منبر بندن بلدید. محال چیزی رو منبر بگم سندشو نیارم همراه. نه اینجا. تو سمینارها یا حتی فلانم بین المللی هم فلان باشه، سخنرانی هم میخوام با پاورمون داشته باشم، نمیگم، میگم بذار به دل مستمع بشین. ببینید اصول کافی ترجمه علامه مصطفوی جلد 4 صفحه 428. خدا وکیلی گوش کنید. و قسمتون میدم امشب تو خونه اجرا کنید اثرشو میبینید. اومد خدمت امام صادق گفت آقا جان تو خونم دعوا زیاده. بی خود و بی جهت به جون همدیگه میپرن بچه‌ها. رزق و روزی خونمون کم شده. از همه بدتر افسردگی گرفتم تو محیط خونه، یه جا میشینم اصلا حوصله زن و بچه رو ندارم. چیزی امروز بیماری قهر بحث افسردگی، این مباحث خیلی قشنگ و زیبایی داره که تو همین ایران خودمون 75% مردم مشکل روانی دارن. به قول پروفسور پیروز تو سوال مکران تو سمینار میگو من تو انگلیس وقتی دلم تنگ بشه سوار ماشین میشم، میام تو ایران تو چهارراه هنوز چراغ قرمز ایرانی داره بوق میزنه، چرا اینو اعصاب ندارم؟ گفتم نمیدونم، بپرس. برو تا آخر. اینقدر جالبه بعضی از گزارش‌ها به ما میرسه بچه 3-4 ماهی تو ایران کتک میخوره توسط مادران عزیز قشر دانشجو. یه اعصاب مصاب ندارم. خب تو غلط میکنی ازدواج میکنی تو که اعصاب نداری. خیلی حرفا. بچه یه جوون دانشجو تحصیل کرده ازدواج کرده دسته بزن رو بچه 3 ماهه اعصاب ندارم. خب ازدواج نکن عزیز من. مجبورت که نکردم. برو تمرین کن مقدمه‌شو ببین چیه. در هر حال حدیث خیلی قشنگه. امام صادق فرمود فلان برو یه کوزه بردار که آب ندیده باشه. نمیخوام از فردا صبح راه بیفتید و کوهبنان همه دنبال کوزه بگردید. نیست، یه پارچ آب. یه پارچ آب بریز توش. حالا امام صادق اینجور که فرمود اون زمان بالاخره ظروف کوزه بودن. یه پارچ آب برمیداریم، متن حدیث ها نه سحر نه جادو نه دعا نویسی است. که صبح شروع کنی خوندن مثلا شوهر دیگه دعا میکنی رفتی میشه دعا نویس. از بس این کارا رو کردیم محیط خونه ها فاسد شده. آقا فرمودن 30 مرتبه بر آن پارچه آب، 30 مرتبه چند مرتبه؟ 30 مرتبه سوره قدر را میخوانی. من پارسال تو اصفهان دهی اول محرم فقط 10 شب پیرامون سوره قدر صحبت کردم. ما گم شده داریم، ما خیلی گم شده داریم تو مذهب. ببین یه حدیث امشب برات میخونم زندگی تو زیر و رو میکنه. آقا فرمودن 30 مرتبه سوره قدر رو به این پارچه آب میخونی. خوب گوش کنید، فقط یک بار باش وضو میگیری. چند بار؟ بگید یک بار. اونم کسانی که بیماری دارید، افسردگی دارید، بیماری های خاص تو خونه، وقتی بعد وضو میگیری با این آب، آب توی سیفونای دستشویی نرو، پاشو میخوری، چوبشو میخوری ها، چون آبی که سوره بهش خونده بشه نوره. مواظب باشید. بعد آقا فرمودن اعضای خانواده از این آب بخورید. چای میخوای درست کنی بریز تو سنبر، آب میخوای بخوری، غذا میخوای درست کنی. امام صادق فرمود فقط مواظب باشید آب این پارچ تمام بگید نشه. تا میاد آبش تموم بشه آب بریزی سر پارچ. کلام امام صادق نه امثال مثل من که بخوام ذکر رو اینا بدم. آقا فرمودن مادام این که این آب تو خونه شماست، افسردگی سراغ شما نمیاد، گرفتاری ها از خونتون بیرون میره، بیماری ها میره، رزق و روزی بر میگرده. چقدر حدیث قشنگه. 30 تا انا انزلنا 10 دقیقه زمان ده، اونم آروم بخونی دونه دونه فوت کنی به این آب. یا مادرها یا باباها یک کدوم انجام بدید، امتحان کنید. قبل از عید قدیر به بنده زنگ بزنید نتیجه شو بدید. شاید این مجلس 500 که من دارم کل ایران این حدیث رو میخونم. یه سوره قدر بنده روش کار کردم، تقریبا 30-40 حدیث در آوردم. تمام مشکلات که به بنده زنگ میزنم از همین سوره قدر داریم حلش میکنیم. به برکت وجود نازنین امام صادق که امشب شب شهادت حضرت، انشاءالله این حدیث تا
آخر عمر تو ذهن عزیزان بماند. هر خونه دیدید مشکل گرفتاری است اینجوری حلش کنید. و یه خواهش هم دارم، اینم هر کجای منبر میرم هر کجای ایران میگم، عزیزان هیئت امنا برای فردا شب خانما یک کدوم از عزیزان یا دست جمعی به این 30 مرتبه سوره قدر رو به آب بخونید، بریزید تو چایی بدید همه بخورن. این چهار شبی که اینجا اقامه روزه وجود مقدس امام صادق علیه السلامه، بذار همینجا اگر غم و غصه ایست همین چای روزه مجلس روزه امام صادق غم و غصه رو ببره. انشاءالله خانما این قول رو بدید فردا شب من رو منبر بگم چایی که عزیزان دارید میخورید از همین آبی که امام صادق سفارش کردن. انشاءالله خداوند عزیز توفیقش رو به هممون عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.